سلام. دوره آموزشی طراحی سایت به کمک ASP.NET رو ملاحظه می‌فرمایید. این دوره آموزشی تصویری و مجازیه که تو قالب کاملا کاربردی و پروژه محور خدمتتون ارائه میشه. هدف نهایی و نتیجه دوره آموزشی ساخت و طراحی یه سایت تفریح خبری هستش که ما توش محتوا رو داینامیک مدیریت میکنیم. زبونای برنامه نویسی پیش نیاز که خیلی بهتر میشه اگه بلد باشید بعد بیایید سراغ ASP.NET، HTML و CSS و C# و SQL هستن که اگه بلدم نیستید ایرادی نداره. ما چون پروژه‌مون رو از سطح مقدماتی به پیشرفته میرسونیم، شما میتونید همگام با ما یاد بگیرید. همینطور که همگام با ما یاد میگیرید و جلو میرید، میتونید این آموزش ها رو ببینید که حالا HTML یاد میدیم، CSS یاد میدیم، C#، SQL رو یاد میدیم. در واقع ما از صفر میخواییم به 100 برسیم و از سطح مقدماتی به پیشرفته برسیم. اما بعد از پایان دوره طراحی سایت، شما میتونید به راحتی یه وبسایت داینامیک رو اندازی کنید، یه وبسایت پویا رو راه اندازی کنید، به طوری که به طور کامل این سایت رو خودتون طراحی میکنید. حتی پس از اتمام دوره میتونید به عنوان یه طراح وب تو بازار کار هم مشغول به کار بشید. از مزایای این دوره آموزشی طراحی سایت میتونیم به رایگان بودنش اشاره کنیم. کاملا رایگانه. به طور کلی از هر جنبه‌ای به این قضیه نگاه کنیم، این دوره آموزشی سود داره براتون. پس شاد باشید و از این دوره خیلی خوب استفاده ببرید. تکنولوژی ASP.NET رو برای معرفی به زبان ساده میتونیم محیط برنامه نویسی تحت .NET برای ساخت برنامه های کاربردی قابل اجرا توی اینترنت معرفی کنیم. ما میتونیم توی ASP.NET از هر زبان برنامه نویسی .NET استفاده کنیم، مثل ویژوال بیسیک و C# که زبان‌های برنامه‌نویسی .NET هن. ما توی ASP.NET انتخابمون توی این دوره آموزشی انتخابمون زبان برنامه‌نویسی C# هستش. می‌خوایم با C# توی ASP.NET برنامه‌نویسی کنیم. محتوای یه فایل ASP میتونه شامل متن و تگ‌ها و اسکریپت HTML باشه که این اسکریپت‌ها روی سرور اجرا میشن. این فایل ASP کاملاً شبیه یه فایل HTML ساده هستش. ASP چیه در واقع؟ ASP مخفف کلمه Active Server Page هستش. ASP.NET نسل بعدی ASP هستش که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده. وقتی که یه صفحه ASP.NET برای بار اول توسط یه مراجعه کننده به سایت فراخونی میشه، اون صفحه اول کامپایل میشه و روی سرور نگه داشته میشه و توی فراخونی بعدی از اون استفاده میکنیم، که این بدی معنیه که صفحه های ASP.NET خیلی سریع اجرا میشن، که این یه مزیت فوق‌العاده‌شه که ما رو حتما به این سمت کشونده که ما به خوبی با این نرم افزار کار کنیم و استفاده کنیم از این زبونا. حالا از این بحث‌های مفهومی بگذریم، برسیم به پروژه‌ای که قراره ما برای شما به صورت کاربردی بسازیم و ریز ریز آموزشش بدیم. ما برای پیاده‌سازی پروژه‌مون تو محیط نرم افزار ویژوال استودیو 2010 کار می‌کنیم که ملاحظه می‌کنیم. حالا بریم ویژوال استودیو 2010 باز کنیم تا پروژه نهایی رو شما مشاهده بفرمایید. در واقع شخص من پروژه رو درست کردم، یه ساختار اولیه است از پروژه که شما میبینید، بعد اونو توی فیلم های بعدی براتون آموزش میدیم. کاملا پروژه محور هستش. حالا این فایلی که اینجا به نام سایت هستش فایل منه. توی این فایل تمام مقادیر برنامه‌نویسی شده و فایل هام موجوده.
اون سایتی که من خواهم ساخت این فایلش هستش. بریم بهتون نشون بدم که چیکار کردم. سایت نهایی که ما میسازیم چیه. میام ویژوال استودیو 2010 رو باز میکنم، مایکروسافت ویژوال استودیو 2010، از آل پروگرامز میام، این ویندوز 7 هستش، میام توی آل پروگرامزم پوشه مایکروسافت ویژوال استودیو 2010 رو باز میکنم، مایکروسافت ویژوال استودیو 2010 رو کلیک میکنم تا باز بشه، صبر میکنم تا نرم افزار لود شه. خب میام از گزینه فایل اوپن وبسایت، فایل سایت هم اوپن میکنم تا شما پروژه‌ای که من ساختم رو ملاحظه کنید. این کد نویسی هایی که حالا برای صفحه دیفالت دات اس پی ایکس کردم که همه اینها رو آموزش میدید، من فقط میخوام بهتون نشون بدم که ما قراره چی بسازیم. یه شماتیک اولیه نشونتون بدم که راقب شید که این آموزش خیلی براتون مفیده. این دیتابیس هم هستش که اکتیوشون کردم. این بخش سولوشن اکسپلوررمونه که حالا کاملا آموزش میدیم ما محیط نرم افزار ویژوال استودیو رو. میام صفحه دیفالت هم رو باز میکنم. صبر میکنم تا از طریق بروزر یا مرورگر سایت هم باز بشه. سایتی که من در آخر برای شما میسازم، گام به گام با هم دیگه جلو میریم، از ریزترین مباحث نمیگذریم، همه رو آموزش میدیم، همه چی رو شما ملاحظه خواهید کرد. سایتی که میسازم اینه: اداره صفحه نخست، ثبت نام، ورود اعضا، پنل مدیریت، ادمین پنل، آپلود سنتر و تماس با ما خواهد بود. یه سایت کاملا پویا داره بخش‌های متنوع. اما ما چی قراره به شما آموزش بدیم؟ تقریبا چندین تا فیلم هستش. توی هر فیلم آموزش‌های خاصی می‌بینید، از مقدماتی به پیشرفته. به فرض ما توی فیلم اولی که خدمتتون آموزش خواهیم داد، میایم اول مهندسی نیازهامون رو صورت میدیم. توی فیلم اول مهندسی نیازهامون که شامل اینه که ما اصلا چی میخوایم، چه صفحات و چه مطالب و چه محتوایی رو میخوایم رو بیان میکنیم. بعد میایم سایت داینامیک و سایت استاتیک رو با هم بررسی میکنیم و تعریفشون میکنیم. میایم طراحی ظاهر کلی سایت رو با فتوشاپ انجام میدیم. در واقع من نرم افزار فتوشاپ رو باز میکنم و باهاش سایت طراحی میکنم توی قالب PSD. بعد اینکه سایتمو طراحی کردم، با استفاده از گرافیک میام اونو با کد نویسی تبدیلش میکنم به کدهای HTML و CSS. حتما بهتون آموزش HTML و CSS و همگام با پروژه‌مون میدیم. خارج از پروژه آموزش نمیدیم. هر چی که نیازه تو پروژه‌مون بهتون آموزش میدیم. بعدش میایم به فرض بخشای هدرمون، بخش منومون، کانتینرمون، فوترمون رو میسازیم. میایم نرم افزار ویژوال استودیو 2010 رو انتخاب میکنیم برای محیط کارمون. بعدش یه تعریف مقدماتی از برخی از بخش‌های ویژوال استودیو داریم. به فرض همین بخش تول باکس، بخش سرور اکسپلورر که دیتابیس هامون هستش، سولوشن اکسپلورر و پراپرتیز. تمام این بخش‌ها رو خدمتتون میگیم چیکار می‌کنن. بعد میایم سایتمون رو ایجاد می‌کنیم، یه تعریفی از کل دات نت می‌کنیم که دات نت اصلا چی هست، چرا ما از دات نت استفاده می‌کنیم، که محیط دات نت بالاخره یه کلاس‌های عظیمی داره که این کلاس ها دریای ASP.NET رو برای ما مهیا میکنه که ما هر چی که میخوایم از کلاس های درون ASP.NET که شامل 3500 تا کلاسه و حتی بیشتر از اون ما بهشون دسترسی داشته باشیم و ازشون استفاده کنیم. میایم مستر پیج میسازیم
قسمت های کود نویسی ویژوال استودیو رو کار میکنیم، به فرض همین قسمت سورس، اسپلیت دیزاین، آموزش برنامه‌نویسی HTML و تگ‌های HTML رو میدیم، آموزش برنامه‌نویسی CSS رو میدیم خدمتتون که همین style.css هستش. خیلی کدای قوی CSS رو ما استفاده کردیم که ریز به ریز اینا رو بهتون آموزش خواهیم داد. و هدر و منوی سایتمون رو میسازیم که ملاحظه کردیم هدرمون سایت تفریح سرگرمیه، منومون اینجا هستش. این فیلم اولمون بود. فقط فیلم دوممون میرسیم به اینکه ستون بندی کانتینرمونه. میبینید اینجا من دو تا ستون تعریف کردم، پنل کاربری و مطالبم. این ستون ها رو میسازیم، بعدش میایم دیگه بخش قالب پستامون برای مطالب سایتمون رو میذاریم اینجا. این شد فیلم دوممون که حالا فوتر هم توش میسازیم این پایین سایت. فیلم سوممون میشه تعریف ASP.NET و انواع گرایش در طراحی سایت مثل سرور سایت، کلاینت سایت، و میایم بانک های اطلاعاتی سایتمون رو تعریف میکنیم که ما برای بانک اطلاعاتیمون از SQL سرور استفاده کردیم. SQL سرورمون رو، دیتابیس هامون رو از اینجا میسازیم. معرفی تکنولوژی ADO.NET رو برای ارتباط با بانک اطلاعاتیمون خواهیم داشت. آموزش طراحی و سایت دیتابیسمون توی ویژوال استودیو رو بهتون میدیم. ایجاد جداول و پایگاه های دادمون رو همراه ستونا و سطرهای جداولمون خدمتتون میگیم. اینها جداول منن که توی دیتابیس هم ذخیره شدن که همه رو ریز به ریز با هم دیگه میسازیمشون. بعد میایم مثلا 5 تا جدول اینجا من ساختم، بعد اضافه تر شده، مثلا جدول نظرات، جدول مطالب سایت، جدول موضوعات که توی بحث جمع‌آوری نیازها و مهندسی نیازها برای دیتابیسمون خدمتتون میگیم. توی فیلم سوم میایم پرایمری کی رو معرفی میکنیم بهتون که چیه، چیکار میکنه. دیگه میایم مدیریت دیتابیسمون رو میگیم، کوئری ها رو توی SQL مینویسیم. کوئری هایی که توی SQL مینویسیم توی مثلا پوشه APP کد هستش که اینا دیتا ست هستن که خدمت آموزش میدیم اینا چی هن، تعریف دیتا ست، معرفی تیبل ادابتر، تعریف SQL کانکشن و SQL کامند و دیتا ست و SQL دیتا ادابتر رو ما خدمتون میگیم. این شد فیلم سوم. اما فیلم چهارم چیکار میکنیم؟ توی فیلم چهارم اگه بخوام مثلا بخشاشو خدمتتون معرفی کنم و تایتلا رو خدمتتون بگم، میایم صفحه های ASP.NETمون رو میسازیم. صفحه های ASP.NETمون که با فرمت ASPX اینجا ملاحظه میکنید، به فرض این صفحات هستن. ما میایم یکم بهینه سازیش میکنیم، در واقع بر اساس اصول SEO، Search Engine Optimization، میایم سایتمون رو بهینه تر میکنیم کد نویسی هاشو، و این کد نویسی ها رو بهینه تر میکنیم با استفاده از SEO. که این متنی که مثلا اینجا میبینید سایه دارش کردم هم میایم یکم CSS باهاش میگیم، مارجین رو توی CSS خدمتتون میگیم، تراس کردن سایت با clear.boost توی CSS رو خدمتتون میگیم، یه آموزش های CSS خاصی براتون میگیم توی فیلم چهارم. بعد صفحه های مدیریت ASP.NET رو، در واقع صفحه های مدیرم توی پوشه ادمین هم رو باید میسازم توی فیلم چهارم. قسمت ادمین پنلم رو توی پروژه طراحی سایت میکنم، میگنجونم در واقع، مستر پیج ادمین رو درست میکنم. بعد میام کنترل های مثل گرید ویو رو از تول باکس بهتون معرفی میکنم. اینا گرید ویو کو اینجاست. گرید ویو رو معرفی میکنم توی فیلم چهارم. اتصال گرید ویو از صفحه ESP به دیتابیس رو میگم خدمتتون. اصلا ابزارهایی مثل تکست باکس، لیبل، باتن، دراپ داون لیست، فایل آپلود رو خدمتتون معرفی میکنم از بخش استاندارد. و کد نویسی با زبان برنامه‌نویسی C# هم برای ارسال مطلب اینجا آغاز میشه. اما فیلم پنجم. توی فیلم پنجم میام نمایش اخبار رو توی صفحه نخست خدمتتون میگم. صفحه نخستم همین default.aspx که من اینجا میام توش نمایش موضوعات سایتم، کاتگوریزامو میگنجونم. دیتا لیست یا همون کنترل دیتا لیست رو من اینجا بهتون آموزش میدم. کار با کوئری استرینگ و آشنایی با کوئری استرینگ رو خدمتتون میگم توی ASP.NET. طراحی دکمه ادامه مطلب و
با استفاده از کوئری استرینگ خدمتتون میگم توی فیلم پنجم، و ساخت صفحه ادامه مطلب هم همینطور با کوئری استرینگ خدمتتون آموزش میدم. توی فیلم ششم میام طراحی صفحه های موضوعات برای نمایش اخبار، برای موضوعات خاصم با کوئری استرینگ خدمتتون میگم. این موضوعات منه که اینا رو آموزش میدیم. بعد میایم فاوایکون که من حالا توی فیلم ششم به اشتباه گفتم فیویکان، اسم اصلیش فاوایکونه. این فاوایکون همین عکس فنجونیه که اینجا ملاحظه میکنید، اینو بهتون یاد میدیم چه جوری گذاشتیم اینجا. دیگه ارزم به حضورتون که میام توی فیلم ششم صفحه مدیریت لینک ها رو میسازم با HTML و CSS و C#. طراحی بخش لینکستان هم برای سایت انجام میدم، همین پیوند هایی که اینجا میبینید. اما توی فیلم هفتم میام آمار بازدید مطالبم رو خدمتتون ارائه میکنم. در واقع مثلا به فرض من میام صفحه ادامه مطلب سایتم، آمار بازدیدم از اون مطلب رو نمایش میده. میبینید که اینجا زده تعداد بازدید 19 تا. این رو خدمتتون میگیم با استفاده از کوئری نویسی توی اسکیل سرور و کد نویسی C# توی صفحه اسمی. بعد یه تعریفی اصلا داریم از کوئری استرینگ، آموزش کوئری استرینگ رو خدمتتون میگیم. توی فیلم هشتم طراحی اسلاید شو با مارکوی رو میگم. این بالا میبینید عکسام داره هی مرور میشه. این طراحی اسلاید شو رو داریم با هم دیگه. بعد طراحی فوتر سایت برای سه بخش آخر مطالب و پربازدیدترین آخر نظرات رو داریم که با دیتا لیست اینا رو میسازیم. یه صفحه مدیریت هم برای موضوعات هم میسازم که اگه خواستم موضوع جدیدی اضافه کنم، حذف کنم یا ویرایش کنم، اونا رو بتونم انجام بدم به راحتی با استفاده از گرید ویو. این هم شد فیلم هشتم. توی فیلم نهم میام بخش نظرهای سایت هم یا همون کامنت ها رو میذارم. میبینید که اینجا مثلا یه بخش کامنت گذاشتم، این برای درج کامنت، این کامنت های قبلی. اینجا کامنت وقتی اضافه کنم مثلا بنویسیم SA، مثلا ارسال دیدگاه رو میزنم، اینجا اضافه میشه این نظر جدیدم. این رو اضافه میکنیم بهش. درج بخش نظر برای هر مطلبه. اینم از کوئری استرینگ استفاده کردم. دیگه تعریف ویو استیت رو حتما اینجا میگم. آشنایی با ولیدیشن ها یا همون بررسی صحت داده های ورودی رو خدمتتون میگم. ولیدیشن ها برای تکس باکس ها. و طراحی گرافیک بخش ارسال نظر و طراحی صفحه مدیریت نظر هست. این هم شد فیلم نهممون. فیلم دهممون هم میاد بخش آخرین نظرها رو میسازم اینجا. آخرین نظراتم یه صفحه تماس با ما درست میکنم با کد نویسی C# و HTML و CSS. یه تماس با ما که اگه کسی خواست مثلا با مدیریت سایت تماس داشته باشه بتونه اینجا خیلی راحت پیام بفرسته برای مدیر، انتقادی، پیشنهادی، شکایتی، چیزی داشته باشه میتونه به راحتی اینجا برای ما بفرسته. بعدش میام یه صفحه مدیریت تماس با ما هم درست میکنم توی پنل مدیریت هم. دیگه توی فیلم 11 هم فیلم بعدی میام طراحی و ساخت کنترل پنل مدیریت رو انجام میدم. در واقع همون پوشه ادمینی که دیدید. میام یه دونه بخش مدیریت درست میکنم که ما طراحی صفحه ثبت نامو داریم اینجا. میام صفحه ثبت نام درست میکنیم. بعد یه صفحه لاگین درست میکنیم یا همون ورود. بعد میام تعریف نقش ادمین و نقش کاربر معمولی رو میکنم. تعیین سطح دسترسی صفحات مدیریت هم انجام میدم. آموزش ASP.NET Configuration رو کلن میدم. آموزش تضمین مسائل امنیتی یا سکیوریتی سایت رو انجام میدیم اینجا. ساخت ادمین سایت با یوزرنیم و پسورد رو بهتون میدم. که اینجا مثلا ادمین رو من تورج تعریف کردم. پسوردش هم دادم. میام لاگینش میکنم. بعد از لاگین بس میشه به پنل مدیریتم. که این هستش پنل مدیریت من. معرفی کنترل های لاگین رو داریم توی ویژوال استودیو، مثل لاگین استاتوس، لاگین نیم، لاگین ویو، کیت ویزیر، ویزارد، لاگین. همه اینها رو توی فیلم 11 هم بهتون یاد خواهیم داد.
اما فیلم 12 من آموزش بخش جستجوی سایته. همونطور که ملاحظه کردین توی منوی سایتم یه بخش جستجو درست کردم که این بخش جستجوی من از طریق کوئری استرینگ وارد یه صفحه جدیدی میشه و خیلی راحت و سئو شده، بهینه سازی شده این کار صورت میگیره. ما این کار انجام خواهیم داد. توی فیلم 12 هم خیلی جستجوی بهینه با کوتاه شدن کد و سئو شده بدون کد نویسی های اضافه و وقتگیر این صفحه جستجو رو میسازیم که حالا معرفی لایک هم توی کد نویسی SQL خدمتتون میگیم. این هم شد فیلم 12 هم. اما فیلم 13 هم بهینه سازی و سئوی عنوان صفحات همه. عنوان صفحات هم چیه؟ این بالا میبینید نوشتم سایت تفریح سرگرمی. در واقع توی HTML ما یک کدی داریم به نام تایتل. میام بهتون سئو شده قضیه رو میگم. علاوه بر اون ما یه سری صفحات داریم که داینامیکن، هر دفعه عوض میشن. مثلا مطالب من. مطالب من که ادامه مطلب میزنم وارد یه صفحه جدید میشه. میام اینو بهتون میگم که با کد نویسی C# شما بیاید عنوان مطالب بذارید برای خودتون. هرچی اینجا عنوان گذاشتید بیاد تو تایتلتون. خیلی عالی و خوب. با استفاده از C# با پیج تایتل. بعد میام معرفی انواع بهینه سازی سایت و آن پیج و آف پیج سئو اپتیمایزیشن رو میدم بهتون. بهینه سازی درونی و بهینه سازی بیرونی سایت. بعد دیگه همین دیگه. فیلم 14 هم طراحی بخش پربازدیدترین مطالب سایت یا همون محبوب ترین مطالب سایته که به فرض من موسمو میارم روش تعداد بازدید رو میگم. مطلب دوم من 198 تا بازدید داشته. این رو خدمتتون آموزش میدیم. علاوه بر اون میایم صفحه آپلود سنتر برای سایت درست میکنیم. یه صفحه‌ای که ما اینجا آپلود میکنیم یه فایلی رو و بعدش فایل آپلود میشه و خدمت ما لینکش میاد. به فرض مثلا یه دونه فایل رو میذاریم اینجا که البته من تعریف نکردم فرمت PPTX آپلود بشه. الان باید به من ارور بده. فرمت مورد نظر پشتیبانی نمیشود. اون فرمت هایی که من خواستم ازش رو فقط پشتیبانی کنه. در واقع یه دونه بخش داریم واسه آموزش، میگیم تعریف فرمت فایل های مجاز برای آپلود از طریق کد نویسی C#. اون فایل های مجازی که من میگم فقط باید آپلود بشه. دیگه ساخت صفحه مدیریت توی ادمین پنل برای فایل های آپلود شده درست میکنیم. میایم یه دونه دیتا ست هم واسه همین آپ سنترمون در نظر میگیریم. این شد فیلم 14 هممون. یه فیلم دیگه میسازیم به نام فیلم 15 هم. توش طراحی چتروم ساده با HTML و CSS و C# و ASP.NET و SQL Server درست میکنیم. یه چتروم خیلی ساده میخواییم درست کنیم که در واقع بهتون بگم کجا ساختمش، اینجا هستش. یه چتروم که نام و متن رو میدی بعد میاد این بالا اضافه میشه. ایجاد دیتابیس براش انجام میدیم. کوئری SQL براش مینویسیم و با استفاده دیتا لیست اینا رو انجام میدیم. یه صفحه مدیریت هم توی ادمین پنل برای پیام های چتروممون درست میکنیم. این هم شد فیلم 15 من. اما فیلم 16 من مربوط به ASP.NET و AJAX و ارتباطشون با هم دیگه است. میام بالای سایتم یه دونه بخش امروز 15/8/2015 بعد با ایجکس میام به فرض این همین ثانیه شما رو قرار میدم. میام تعریف میکنم که استفاده گوگل ساجست از ایجکس چجوری بوده. بعد میام ایجکس اکستنشن رو توی تول باکس ویژوال 2010 خدمتتون آموزش میدم. آشنایی با کنترل های تایمر و اسکریپت منیجر و آپدیت پنل رو هم دارید توی این فیلم آموزشی 16 از AJAX Extension، تایمر، آپدیت پنل و اسکیپ منیجر. و اما فیلم 17 من که فکر میکنم فیلم آخر من باشه. فیلم 17 من برمیگرده به اینکه چگونه میام ساخت شمارنده برای بازدید کنندگان سایتم انجام میدم.
یه دونه فایل گلوبال درست کردم، توش با ویو استیت ویزیتور درست کردم، بعد روی سایتم اینجا تعداد بازدید کنندگان سایت براش تعریف کردم با استفاده از اپلیکیشن استیت و معرفی کلاس های سراسری. میام سشن رو معرفی میکنم بهتون، گلوبال اپلیکیشن کلاس رو ستون ایجاد میکنم و معرفی آموزشش میدم. تعریف سشن و بازدید کننده در کلاس سراسری رو داریم. در نهایت هم نمایش تعداد بازدید کننده های سایت توی صفحه ESP.NET با استفاده از فراخونی سشن با کد C# رو خدمتتون انجام میدیم. در نهایت هم ما بعد از این در واقع در فیلم های بعدیمون مستقیما شروع به ساخت و کد نویسی سایت میکنیم. توی حین انجام و طراحی هر مرحله به صورت گام به گام آموزش هم خواهیم داد. امیدواریم که این آموزش ها مورد قبولتون قرار بگیره، استفاده ببرید ازشون. سایت بسیار خوبیه، آموزش های بهینه ای داریم توی این دوره آموزشی. امیدوارم استفاده کنید. خوش باشید. تا فیلم های بعدی، خدا نگهدارتون.